سلام و درود خدمت به کانال آرت میز خوش آمد. برنامه امروز رو هم مثل همیشه با لایک و کامنت و سابسکرایب تا انتها همراهی کنید. سیر تحول زبان فارسی از باستان تا کنون. در حقیقت زبان فارسی یک شاخه از زبانهای آریایی است که در نتیجه تبادلات و تغییرات سیاسی و اجتماعی که در سرزمین ما روی داده است، به تدریج ساخته شده و به شکل فعلی درآمده است. قدیمی ترین آثار ادبی که از زبان مردم در دست است، گاتاهای زرتشت می باشد که با قدیمی ترین آثار سانسکریت که در کتب اربعه ویدایی هند دیده می شود، قرابت نزدیک دارد و در واقع مانند دو لهجه نزدیک از یک زبان محسوب می شوند. بعد از گاتاها که کهنه ترین یادگار زبان فارسی دری است، به زبان دوری بعد که زبان پارسی باستان است می رسیم. این زبان به وسیله فرمان روایان هخامنشی و از طریق کتیبه های بیستون، آثارگاد، تخت جمشید، شوش و الوند به عصر ما رسیده است. زبان پارسی که آن را امروز پارسی باستان می نامند، در ضمن سومین تطور یا گونه زبان گاتاها به وجود آمده است. دومین گونه آن مربوط به دوره دولت مادی می باشد و اولین گونه آن مربوط به زبان اوستایی است. از زبان مادی ها که قهرن به زمان قدیمی تری مربوط بوده است، نشانی باقی نمانده که از چگونگی آن ما را مطلع سازد، مگر اینکه بعدها کتیبه هایی از آن پادشاهان و قوم بزرگ به دست آید. در همان زمان که زبان پارسی باستان رایج بوده است، زبانهای دیگری از قبیل خوارزمی، سقدی، سکسی، هراتی و خوزی موجود بوده که همه شاخه هایی از تنه زبان قدیمی تری شمرده می شده که شاید همان زبان گاتاها یا سانسکریت یا پدر آن دو زبان بوده است. به هر صورت بعد از دو زبان اوستایی و پارسی باستان آسیب بزرگی به این مملکت وارد شد و آن فتنه اسکندر بود. پس از آنکه یونانیان رانده شدند و مملکت به دست دولت مردان پهلوی افتاد، یک زبان دیگر شروع به نمود و رشد نهاد و آن زبان فارسی میانه بود که امروز ما آن را زبان پهلوی مینامیم. شکی نیست که زبان پهلوی از زبانهای مملکت پرس بوده و آن سرزمینی است که خراسان که مجموعی شهرهای بجنور، قوچان، نیشابور، مشهد، سرخس، تربت حیدریه، سبزوار و طبس و تا حدودی سیستان را شامل بوده و حد غربی آن تا قاموس میکشیده، یادگار آن میباشد. خط پهلوی نیز خط علمی فزرا و خط مخصوص کتیبه ها و سکه های اشکانیان و ساسانیان گردید. پس می توان گفت چهارمین گونه که ما در این زبان مشاهده می کنیم زبان پهلوی است. بعد از اوستایی، مادی، پارسی باستان، برای چهارمین بار زبان پهلوی پا به عرصه بروز می گذارد و آغاز رسمیت آن هم چنان که اشاره شد از اوقاتی است که اشکانیان یونانیان را رانده و پایتخت خود را مرکزیت دادند. این حوادث از دو قرن قبل از میلاد مسیح شروع شده و در دو قرن بعد از میلاد که نزدیک طلوع دولت ساسانیان باشد، تکامل و پختگی یافته و به صورت یک گونه و تکامل صحیحی بیرون آمده است. ادبیات از سالهای اولیه میلادی تا اواخر دولت ساسانیان در این گونه چهارمین که به زبان پهلوی نامیده شده است نگاشته می شده. چه کتبی که از آن ادوار باقی مانده و چه کتیبه هایی که از ساسانیان خوانده شده و چه سکه های اشکانی و ساسانی، همه این معنا را تایید می کنند. اگرچه در خط پهلوی اشکال مختلفی دیده می شود، لیکن به نظر نمی رسد که در زبان مزبور اختلاف زیادی باشد و حتی کشفیاتی که از تورفان واقع در ترکستان چین و ملک خطا به دست آمده و مربوط به مانوی، کیش عصر ساسانیان است، با وجود تفاوتی که در خط آنها هست، در زبان تفاوت بسیار فاحشی با زبان فارسی و پهلوی آن عصر در آن دیده نمی شود. معلوم می شود که این گونه خیلی قوی بوده و در تمام قلمرو استقلال و اقتدار ساسانیان نشر و سرایت کرده است. از زبان پهلوی چند کتیبه، یک سلسله سکه، یک دوره کتاب و رساله و چند دو بیتی موجود است. علاوه بر کتبی که از مانی به دست آمده که اگر آنها را در ردیف ادبیات فارسی میانه یا پهلوی بشماریم، باید بر این سلسله چند شعر و کتاب و اوراق دینی نیز افسوده گردد.
در کتب تواریخ عربی بعضن قدیمی ترین جملات فارسی به نحو چشمگیری خودنمایی می کند. در رأس همه آنها تاریخ طبری است. در این تاریخ و سایر تواریخ جملاتی دیده می شود. تعداد اندکی از آنها پهلوی و بیشتر فارسی دری است. زیرا غالب آن جملات نقل قول مردم خراسان است. لذا زبان فارسی دری از خراسان به سایر نقاط ایران سرایت کرده و بعد از اسلام زبان علمی و ادبی شده است و قبل از اسلام زبان علمی و ادبی زبان پهلوی بوده است و اما زبان پهلوی بعد از اسلام مختص به مردم نواحی وسط و غرب و جنوب شد. ابو ریحان در آثار الباقیه یک دست لغات از خوارزمی و سغدی که زبان مردم سمرقند و بخارا بوده ذکر می کند که با سایر لهجه های پهلوی و دری و اوستایی قدیم متفاوت است و شاید تا به حال آثاری از زبان سغدی در دره های سمرقند و تاجیکستان باقی باشد، چنان که از پهلوی و لهجه های دیگر هنوز در دره های عراق و اصفهان و نطنز و فارس باقی است. اما زبان رسمی و علمی ایران و افغانستان و هند زبان فارسی دری است که اصلا زبان مردم بلخ یا مخلوط با لغات مردم بلخ بوده است. خوشبختانه زبان فارسی دری از برکت فردوسی و سایر اساتید قدیم آسیب زیادی نخورد. اصول آن تا امروز هم برقرار مانده و نادر زبانی است که در عرض 2200 یا 300 سال اینگونه سالم و صحیح باقی مانده است. لطفاً نظراتتون رو راجع به برنامه امروز برای ما کامنت کنید. ممنون از شما و خدا نگهدار.